امروز افتخار داریم که مهمان حضرت آیت الله محمد یزدی باشیم، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و بسیاری از عناوین دیگری که خب میشناسید ایشون رو و نیاز به گفتن من حقیر نیست. سلام عرض می‌کنم واجه خدمت شما و خیلی سپاسگزار که این وقت رو اختصاص شد. حضرت امام در بعد به ورودشون به کشور بعد از 12 بهمن قم که تشریف آوردن منزل شما اسکان پیدا کردن. حالا چطور شد که اجمالاً ما با دوستانی که اینجا داشتیم و میبایست جایگاهی برای امام تهیه میکردیم غیر از جایگاه سخنرانی و اینا که تو فیضی ترتیب دادیم در برای اسکانشون با مشورت مرحوم اشراقی که داماده ایشون بود، بعضی آقایون از جمله آقای منتظری که بالاخره در قم بودن و خب بالاخره توی جریان ها بودن، منزلی براشون تهیه کردیم توی خیابون ساحلی، مالی که از تجار محترم بود. منزل خیلی خوبی بود، یه منزلی هم با یه فاصله بود که گفتیم برای خانوادهشون، و بالاخره شرایط متعارفی رو فراهم کردیم که به کمک دوستان که امام وقتی میان قم بالاخره مردم میخوان بیان استقبال و صحبت و فلان، اینها فضای بازی جلوی منزل باشه که طبعا خیابون ساحلی جلوش هم رودخانه بود و فضا باز بود. حالا الان شرایط عوض شده، شاید دو روز یا سه روز بیشتر امام توی این خونه نبودن که یه روز حاج احمد آقا خدا رحمتشون کنه، چون با من حاج احمد آقا یه خود خصوصیتی داشت که دلیل خاصی داره که کاری به اون دلیلش ندارم، اومدن من گفتن فلانی امام میگن من میرم خونه خودمون یا یه جایی بر من تهیه کنید. خونه خودشون هم کجاست؟ همین خونه است که اون موقع توی یخچال قاضی و تو کوچه پس کوچه و همون منزلی که در اون شرایط در سخنرانی معروفشون راجع به کاپیتولاسیون صحبت کردن، پیچ و خم و کوچه های تنگ و تاریک. گفتم آدم احمد آقا این برای هم برای امام هم برای مردم غیر درد و سر چی نیست خود، یعنی چی تو؟ گفت امام که میدونید از بالاخره وقتی یه حرفی زدن هیچ کس نمیتونه رو حرف بزنه، میگن اگر یه جای مناسبی تعیین نکردید من میرم خونه خودمون، یه جای مناسبی تهیه کنید. گفتم خیلی خوب. با هم رفتیم، یعنی من و حاج احمد آقا رفتیم چندین جا رو دیدیم در قم و به خصوص در آخر خیابون ناصریان هم مثل منزلی که دیدیم اینجا نسبتا مناسبه و اینجا رو انتخاب کردیم. یک 24 ساعت کامل واقعا وقت رو روی این کار گذاشتیم و حاج احمد آقا هم بالاخره ناچار بود بنده خدا، من هم در خدمتشون بودم و این کار رو انجام میدادیم. فرداش آمد گفت که منزل خود شما چطوره؟ گفتم منزل ما کوچیکه، به درد امام نمیخوره، برای اینکه خب میدونید وقتی وارد میشید یه اتاق اینجا جلویش داره که من به عنوان بیرونی چون خودم اینجا رو ساخته بودم و سبک آخوندی ساخته بودم، یک اتاق برای مهمانام جلو دم در که از در که وارد میشدیم دست راستش هم در ورودی داشت و بیرونیش هم جدا بود، یه حال کوچکی هم بین این دوتا بود. و گفتم منزل ما عیب نداره ولی کوچیکه آخه، مگه نمیخوان با خانوادتون باشین؟ مگه با درتون نرانه میخوان باشین؟ خواه چجوری میشه اینا؟ گفت حالا من بیام ببینم. گفتم خب برو بیا ببین چه عیب داره، حالا ما توی خونه داریم زندگی میکنیم. آمد و همه اتاق ها دید و زنگلی دید و اینا بود. بعد اومد گفت که امام مایل هستن میان همینجا، برای شما مشکلی نیست؟ گفتم نه من در ظرف کمتر از 24 ساعت در خالی میکنم و امام تشریف بیارید. من رازش هم نمیتونم بفهمم، واقعا اون موقع هم خیلی دنبال رازش نبودم، حالا میگم براتون رازش عرض کنم. که گفت نه آخه کجا میری؟ گفتم دوستان من اینجا هستن یه جای تهیه میکنم، شما چیکار داری کجا میرم؟ مرحوم حاج احمد گفت نه آقای اشراقی ما یه خونه داره خالیه توی دور شهر، خیابان دور شهر، شما برو تو خونه آقای اشراقی، امام میان اینجا یه مدتی تا بعد ببینیم بالاخره چطور میشه. گفتم بالاخره من جا خودم تهیه میکنم. خونه رو تخلیه کردیم، تخلیه کردیم در ظرف واقعا 3 4 ساعت خونه رو تخلیه کردیم و گذاشتم در اختیار حاج احمد آقا و گفتم که ببینید. گفت اگه خواستیم یه تعمیر مختصری بکنیم. گفتم خونه در اختیار شما، هر کاری میخواد بکنیم. خب امام تشریف آوردن و یه تعمیر مختصری کردن و این به اصطلاح حیات بیرونی اولش رو سقفی زدن و تعمیر مختصری کردن و امام مستقر شدن. و باز خوب بود که هنوز یه مقدار زیادی فضای جلوش به خصوص برای مردم فشار زیادی نبود، هم کوچه جلوش هم
قسمت اون طرفش با یه فاصله یکم برای مردم رفت آمد نسبتا راحت بود. عرض کنم که خب حالا بالاخره روز اولی که بعد من رفتم خدمت امام برای زیارت ایشون، ایشون محبت کردن و گفتن که مثلا خونه زندگی اشخاص رو هم گرفتم و گفتم نه من افتخارم واقعا این هست که شما اینجا دارید ولی خود به خود مشکلم هست و اینا. نه خانواده‌شون تو اندرونی بودن، خودشون تو همین اتاق و درست مثل من طلبه که توی خونه زندگی میکردم امام زندگی میکردن. و منم رازش رو نمیتونستم بفهمم اینا. بعدها متوجه شدم که چون اینجا در طول مدتی که امام در تبعید بودن محور تکارهای انقلابی بود و در حقیقت بسیاری از اطلاعی های امام از اینجا منتشر میشد به سراسر کشور. بعدش اینکه امام تشریف بردن تهران، یکی از دوستان من سفارش میکرد که چنین کن چنان کن. گفتم من امکانات مالی ندارم که چنین و چنان بکنم. حتی بعد از رحلت امام که من عرض کنم که خب رئیس قوه قضاییه بودم، یک کسی من پیشنهاد میکرد، گفتم من از امکانات عمومی نمیتونم استفاده کنم، من از امکانات عمومی به اندازه که در کارام میتونم استفاده کنم برای این کارا نمیدونم. گفتن این خونه چنینه چنانه، شما به یک کار مقدسی اختصاص بده. گفتم من به خود نه خونه ندیم. آقای حاج احمد آقا بعد از چند روزی که امام وقتی رفته بود رشی بردن تهران به من گفت که چرا نمیری خونتون؟ گفتم حقیقت اینه که من چیزی تو ذهنم هست منتهاش مثلا امکان چیزی نداشتم و اینا و دوستانم اینجور میگن و فلان. گفت پس بذار من از امام سوال کنم. رفته بود سوال کرده بود، بعد روز بعدش همون موقع که سوال کرده بود به من تلفن کرد گفت که امام میگن نخیر حتما خودشون برن خونه خودشون و همونجور هم که قبلا خونه خودشون بود و زندگیشون بوده همونجور هم برن زندگی کنن، این حرفا رو بزنن کنار. یعنی امام مایل نبودن که اینجا مثلا بخواد حالا زمان حیات ایشون به عنوان اینکه مسکن ایشون بوده باشه یک سر صدایی پیدا بکنه، ولی من ته دلم خیلی دلم می‌خواست اینجا بالاخره یه جای خوبی بشه. خب ما رفتیم برگشتیم تو خونه‌مون و سر زندگیمون بودیم دیگه، تموم شد. تا وقتی که عرض کنم که دولت نمونم کی بود، آقای مهاجرانی تو دولت آقای خاتمی بود، به آقای مهاجرانی گفتم که آقای مهاجرانی من اینجا دیگه نمیتونم زندگی کنم به دلیل شرایطی که روبروی خونمون هست. شرایط آقای منتظری عوض شده بود، هر روز اینجا سر صدا و دعوا و درگیری و چون آقای منتظری منزل کرده بودن اون بحثایی که تاریخ ضبط کرده، من اینجا دیگه نمیتونم زندگی کنم، میخوام اینجا رو بفروشم. ولی این خونه مقدسه، امام بودن اینجور بودن، تو هم وزیر فرهنگی، بیا اینجا رو ببین، اگه به درد میخوره بپذیر بخر و ما بریم باشه یه جایی تهیه کنیم و اینجا بالاخره یک کار مقدسه به نامداری قرار بگیره که بمونه. گفت خیلی پیشنهاد خوبی و خونه امامه و چنین و چنان فرد. دیدیم خیلی کسی کاری نمی کنه. بالاخره ما فروختیم به قوه قضاییه و یک تشکیلات جدیدی که مورد نیاز قوه قضاییه بود، یعنی پاسخگویی به شبهات قضات که وقتی در قوانین مدون چیزی ندارن در متن قانون اساسی آمده است که با فتوای مراجع باید عمل بکنند، سوالاتی از من شده بود، فتوای مراجع نداشتیم. من گفتم بهترین جا اینه، این خونه باشه قوه قضاییه بخره بشه مرجع برای تهیه پاسخگویی برای قضات برای مسئله تو تشکیلات قوه قضاییه. همه دوستان در مدیریت موافقت کردن، خونه رو فروختیم به قوه قضاییه و شد دفتر پاسخگویی به سوالات قضات. دفتر موفقی هم بود، خوشبختانه تا این روزهای آخر هم این دفتر موفق بود. حتی دوره آیت الله شاهرودی خود بی‌اعتنایی بهش کردن، بعد محتاط شدن برای پاسخگویی، دو مرتبه بهش توجه کردن و حتی الان از کارهای اون دفتر عرض کنم که شورا نگهبان گاهی استفاده میکنه. یعنی من با دوستان شورا وقتی اختلاف پیدا میکنیم میگم چنین فتوایی وجود داره، میگن نه هیچ کس این حرفی نزده، بلا فاصله یه پرینت از اینجا میگیریم، این جواب که میاد میبینیم در بعضی فقها جواب دادن، میگیم این فتوایی را قاحت وجود داره. حالا سرنوشت نهایی اینجا دفتر نشر آثار حضرت امام اینجا رو خریدن از قوه قضاییه
و تبدیل کردن به یک مدرسه علمیه فقهیه مخصوص به مبانی حضرت امام، و الان اون خونه شده است مدرسه علمیه برای مخصوص مبانی فقهی حضرت امام، و برای افتتاحش هم ما شرکت کردیم. خیلی مدرسه خوبی هم هست الحمدلله. بالاخره در روایات داره زمین ها هم مثل انسان ها سرنوشته های مختلفی دارن. این خونه سرنوشت خیلی خوبی داشته. سال 84 که جامعه مدرسین در واقع تو انتخابات ریاست جمهوری کسی رو به صورت مشخص، همکارانتون خسته نشدن؟ نه من هم سعی میکنم، چون خیلی حیفه، سعی میکنم جمعش کنم، جمع میشه دیگه انشاءالله، سعی میکنم خیلی خستتون نکنم. سال 84 جامعه مدرسین از فرد خاصی حمایت نکرد انتخابات ریاست جمهوری نهم، ولی 88 شما آقای احمدی نژاد رو در واقع جامعه مدرسین اعلام کرد. میشه دلیل این اعلام و این انتخاب رو بگید؟ آیا رأی‌گیری بود؟ یعنی رأی‌گیری کردید به این جمع‌بندی رسیدید؟ بله، عرض کنم که در آخر بعد از مذاکرات فراوانی که انجام گرفت، ظاهرا اینجور بود که در آخرین جلسه که این متنی که بعدم تو رسانه هم همون متن اومد اگه یادم بیاد، در آخرین جلسه ای که تصمیم جلسه رسمی گرفته شد، این شد که اختیار داده شد به هیئت رئیسه که در هیئت رئیسه هرچه را تصمیم گرفتن و من اعلام بکنم او را قبول دارند، و این تصویب شد و ابلاغ شد، اومد تو هیئت رئیسه. تو هیئت رئیسه من با آقای احمد نژاد موافق بودم، البته دلیل خاصی هم داشت، چون صحبت کرده بودیم، صحبت شده بود، امتیازاتی رو گفته بودن، آقای مصباح موافق بودن، دیگران موافق بودن، و با وعد و وعیده هایی هم که داده بود واقعا هم به نظر من در دوره اول بود، که در دوره اولی نگه 88 دوره دومش، دوره دوم. حالا در دوره اول دوم بالاخره هنوز ما جریان آقای مشایی پیش نیامده بود، هنوز جریان آقای مشایی پیش نیامده بود. عرض کنم که اعلام شد که آقای احمد نژاد رو جامعه قبول داره. بعد بعضی از دوستان که حدود 3-4 نفر هستن که خب همونجور که عرض کردم در اول بحثم اختلاف نظرهای وجود داره، اختلاف سلیقه و اختلاف نظر هست، بعضی از دوستان مخالفت کردن، و بعضی از کسانی که اصلا شرکت نمی کردن در این جلسه از بیرون با اونا همکاری کردن و همراهی کردن و یه تعدادی درست کردن که داشت همون مسئله تجزیه که من گفتم جلوگیری کردم از تجزیه، داشت تجزیه پیش می آمد. من با اون آقایون برخورده دوستانه و معقولانه گفتم حق طبیعیشون بود است، خیلی خوب، حالا نظرشون بود است، اعلام کردن دیگه، ولی نظر مصوب این هست قانونن و اون نظرم غیر قانونیه، هر جاتون از این گفتیم، ولی حالا اونام نظرشون اعلام کردن، کرده باشن دیگه خیلی مهم نیست. خود به خود اونا هم یه کارایی کردن، بعدم پشیمون شدن واقعا که این کارا رو کردن. و 88 شما خب از اعضای تاثیرگذار شورای نگهبان قانون اساسی هستین، خیلی از مردم این سوالو از ما میپرسن، شاید از شما پرسیده باشن که چرا شورای نگهبان اون دو نفری رو که در فتنه بعد از انتخابات میشه گفت سهم خیلی زیادی داشتن، چرا از شورای نگهبان تایید شده بیرون اومدن؟ ما قانونا تایید میکنیم، قانونا شرایطی که شرایط قانونی رو هر کس داشته باشه، ما خیلی ها رو از این طرفی ها تایید کردیم، واقعا در همین دوره هم خیلی از این طرفی ها رو تایید کردیم. بین انا و بین الله این مدت که من شورا بودم، چون من در دو نوبت شورا بودم، یه نوبت زمان حضرت امام، یه نوبت می زمان، بین و بین الله در تایید صلاحیت ها هیچ وقت گرایش حزبی و جمعی و اینا رعایت نمی شده، از این گروه هست یا از این گروه هست به ما رفتی نداره، ولی اینکه قانونا شرایط قانونی داره یا نداره اینا حساس هستیم، باید احراز کنیم. یه جاهایی هم میرسیدیم که احراز نمیکردیم، واقعا ممکن بود فی نفس الامر داشته باشه شرایط رو، ولی ما احراز نکرده بودیم، اون آخرش میگفتیم ما احراز نکردیم، ما نمیدونیم احراز، وقتی احراز نکردیم نمیتونیم تایید بکنیم، و خود به خود رد حساب میشد. بعدم در بیرون میگفتن که فلانی چنین نچنان، گفتیم بله ولی ما احراز نکردیم. من الان تو این چند تا مصاحبه اخیر که گرفتم از برخی از اعضای شورا تأکیدی از آقا شده بوده مبنی بر این که مشروع مذاکرات شورای نگهبان منتشر بشود در عموم مردم، و این خیلی به نظرم کمک میکنه، خیلی از افراد میگن این کمک میکنه به ذهن مردم. نه، مشروع مذاکرات خبرگان چه مانعی وجود داره؟ درباره چی؟ درباره صلاحیت ها یا نه درباره مسائلی که مرتب داره در مورد صلاحیت ها هم میگم، گفتن درباره مسائل علمی مرتب منتشر میشه، جزوات بسیار خوبی هم است، مخصوصا اخیرا اداره حقوقی
اون تشکیلاتی که درست کرده انصافاً صدای نشریات خودم. من اخیراً دیدم همین قانون مجازات اسلامی رو که منتشر کرده با نظرات شورای نگهبان شروع کرده، با صفحه هاش نظرات شورای نگهبان هم آورده. در مورد صلاحیت ها چطور؟ در مورد صلاحیت ها شرعاً ما نمیتونیم منتشر بکنیم.